با تشکر آقای نبریز، از چرخه اول بررسی دوره جهانی پیشنهادهای بسیاری به آذربایجان برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی روم داده شده است. بعد از 9 سال این کشور یکی از معدود کشورهای اروپایی است که هنوز به دادگاه بین‌المللی روم نپیوسته است. زودوین معتقد است که برنامه‌ریزی آموزشی دولت برای محدود کردن فساد همه‌گیر کافی نبوده است. شاخه ادراک فساد بین‌المللی با رتبه 122 از میان 180 کشور تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد. ما از شنیدن خبر مرتبط با طرح ساختن تصفیه کننده فاضلاب برای جلوگیری از سرازیر شدن مستقیم فاضلاب‌های شهری ساحلی به دریای خزر خوشحال هستیم. با این حال تا زمان اجرای شدن این طرح وارد شدن پسماندهای صنعتی، سمها، آفتکش‌ها و فاضلاب که علاوه بر آلودگی نفتی به دریای خزر وارد می‌شوند، مایه نگرانی جدی ماست. ما همچنین نگرانیم که تمام توجه و تلاش مقامات باکو تنها به اکتشاف و استخراج نفت دریای خزر معطوف شود و آنها از آلودگی نفتی که در کنار آن تولید می شود غافل بمانند. توجه به حفاظت از دریای خزر اولویت ویژه‌ای دارد و به سود تمام کشورهای ساحلی این دریاست. آقای نایب رئیس، مدافعان حقوق بشر در ایران و فعالان جامعه مدنی و محیط زیست به خصوص شدیداً نگران معاهده رژیم حقوقی دریای خزر هستند که بدون مشورت و استفاده از نظر کارشناسان مستقل ایرانی امضا شد. امضای این معاهده توسط دولتی که در یک شبه انتخابات به قدرت رسیده و تصویب آن در مجلسی که به شکل دموکراتیک انتخاب نشده است، باعث نگرانی است. با تشکر آقای نایب رئیس.